تجلی حقیقی و عرفانی خودش رو مشاهده میکنه. تا چندی که ما نتوانیم موجودیتمون رو به قربانگاه ببریم، در عرصه عدمی خودمون نمیتوانیم شأن جاودانه پیدا بکنیم. لذا جاودانگی در عدم مفهوم داره، در وجود جاودانگی نیست. وجودها کهنه میشن، پیر میشن، فرسوده میشن، به خاک میرن، اما عدم اینطور نیست. چون ما سهم عدمی خودمون رو هرگز مورد مکاشفه قرار ندادیم، فکر میکنیم که عدم یه نوع مزاحمت، یه نوع رنج. نه، ما هر چیزی را هم که از موجودیت به سوی معدومیت پیش میبریم، لذتمون اونجا حاصل میشه. شما غذایی هم که میخورید اونجا لذت میبرید که موجودیت غذا را به سوی معدومیت نزدیک میکنید. در حد فاصل عدم وجود این غذا لذت شکل میگیره، یعنی در مسیر عدم لذت شکل میگیره. عاشق جان میباخت و در طول عشق دردها کشیده بود، میخندید. بعد گفتن که این چه خنده نابجایی که در وقت احتضار و جان دادن میخندی. گفت من چگونه نخندم که در غم وصال حقیقتی غمگین بودم و عمر میسپردم که الان دارم در آغوش او میرم و او من داره در آغوش میکشه و این من رو به تفرج، طربناکی و شادمانی وا میدارد و میخنداند. اگر انسان این طور نمیره که به حسرت مرده. اگر انسان تا لحظه مرگ چنین راهی رو طی نکنه که خیلی باید از مرگ بترسه. باید انسان قد در زمان زندگی خودش برای مرگش راهی رو طی بکنه، مرگی که حتمی است. این راهی رو بره که انسان بتواند در آغوشی برود که قربان شدن نهایت کمال و نهایت دلبخواهی و اوج کامیابی انسان به حساب بیاد. انسان یه مقدارش تجربه کرده، از مالش یه ذره میده، از وقتش یه ذره میده، یواش یواش دهشهای خودش از وجود خودش رو هی میدانش رو میگسترد تا یه جایی. اما از یه جا به بعد دیگه نمیره، چون آینش کلی نیست. اگر آینش کلی بود، اون وقت میگه که جان من رو بگیر. اگر میارزد و اگر این جان من قابل این قربان شدن را دارد و اون اوج احساس انسان هست. و انسان تا زمانی که حقیقتی نداشته باشه که بتواند خودش رو قربان اون حقیقت بکند، این انسان ناکامیابه. کامیابی هاش همه با ناکامیابی توأم میشه. این انسان انسانیست که نهایت کامیابی رو تینه میکنه، موجودی است ناکامیاب. کامیابی در واقع اونجایی است که انسان چیزی برای قربان شدن داشته باشه. این میگن غایت قصوای سعادت. انسان اونجا احساس آرامش میکنه. پس بنابراین مرگ برای بعضی ها آرامشه، مرگی که حتمی است، هیچ کس از آن گریزی نداره. وقتی به آغوش مرگ میرن، جمله عارفانه است از علی ابن ابی طالب، میگفت که میل علی ابن ابی طالب به مرگ از میل طفل به پستان مادر شدیدتر است. این اصلا مفهوم عارفانه داره، همون مرگی که هر لحظه میتونه ما رو بگیره، هر آن میتونه این تیر مرگی که رها شده است به ما اصابت کنه. چون هر کسی که تولد پیدا میکند، یه تیری به نام اجل همراه تولد او از یه جای رها شده داره میاد و اینم هدفش. تیر اجل مال همه آدم ها رها شده است، در حرکت، یه جا میخواد بخوره. ما هدفشیم. آدم به میزان دوریش از هدف، دوریش از اون تیر به عنوان هدف میتونه آرام باشه. چقدر میتونه آرام باشه؟ این تیر داره میاد، ما هم هدفشیم. اصلا شکی نیست. اگر شک دارید، یک نسل پیش از خودتون رو ببینید، همه این تیراشون خورده، همه تیراشون خورده، تیرایی که از بد به تولدشون این تیرها به سراغشون داشته می اومده. پس هر تولدی با یک تیر اجل در حرکت توأم شکل میگیره، با هم شکل میگیره، یه جا میخوره. بعد انسان میتونه در اینجا آرام باشه. زمان انسان میتونه در اینجا آرام باشه، بگه که مرگ اگر مرده است، گو نزد من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ.
من ز او عمری ستانم جاودان، او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ. اگر انسان به یک چنین جایگاهی در زندگی نائل نشه، باید همیشه نگران باشه. میخوابه میترسه که در خواب بهش بخوره، بیدار میشه در بیداری بهش میخوره، هر جا میره این تیر دنبال خودش حرکت میکنه. فقط خداوند رحمی که به انسان کرده تو این دنیا، یه فراموشی به انسان داده، انسان یادش میره که در هدف تیره. یه مقدار فراموش که میکنه میخوابه، این مقدار فراموش میکنه میتونه نون بخوره، غذا بخوره. این فراموشی به ما امکان میده که اینقدر به هم پوز بدیم. اگر فراموشی رو و غفلت رو از ما بگیرن، زندگی ما نمیتونه اینطوری باشه که هست. گفتم ای دل آینه کلی به جو، رو به دریا کار بر ناید به جو. از جو کاری بر نمیاد، برو تو دریای آینه. زن طلب بنده به کوی تو رسید، طلب بنده را به کوی دوست میرساند. ما از خواستن سیب زمینی و پیاز و آب و نان و اینها نهایتا میرسیم به وجود یک دوست. این طلب ما را از پدیده‌های کوچک یک دفعه در یک موج و اوج خودش میره میبرد به کوی دوست. زین طلب، طلب یه درده، همونطور که درد آدم را به بیمارستان میبره و به دواخانه میبره. انسان از درد به سوی درمان میره و بهترین آدم ها کسانی هستن که ما را دردمند کنند یا دردمندی ما را ابراز بکنند. ما گاهی اوقات حرفی که میزنیم بعضی میپرسن که خواهد این علاجش چیه؟ هی درد رو ابراز کردید، حالا علاجش رو بگو. اصلا منظور این نیست که علاج گفته بشه، منظور این است که شما بین این درد و علاج راه برید. در این راه حکمت نهفته. علاجش این راهی است که شما تا دواخانه حرکت کنید. یعنی شما احساس دردی که کردید بجنبید و در این جنبش حکمتی وجود داره که شما در این جنبش خیشتن جاودانه سعادتمند خودتون رو پیدا میکنید، خودتون رو کشف میکنید. من اگر بتوانم درد را در وجود شما بیابم و شما بر اون درد آگاه باشید، طبیب عشق مسیحا دم هست و به سوی التیام این دردها می جنبه. در شأن هست، اما این درد رو که در تو نبیند کرا دوا بکند؟ طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند؟ وقتی دردتون ابراز شد، جستجوی درمان منظوره، نه خود درمان. چرا که در نهایت میفهمید که درمان دردتون جستجوست، نه خود داروخونه. این درد فرق میکنه با دردهایی که در جسم انسان پیدا میشه، در روان شما، در روح شما، در ژرفای حیثیت شما دردی کشف میشود که شما میفهمید که درمانش جستجو کردنه. یعنی یک عقرب گزیده پیش طبیبی رفت، گفت که درمانش چیه؟ گفت درمانش ناله کردن از شب تا صبح. این یه طنزه، ولی حقیقتاً گفت آن یا رب تو لبیک ماست. یه شب شخصی هی یا رب میگفت، بعد جواب نمیشنید، تا ابلیس یک شبی به خوابش اومد گفت که این همه یا رب میگی، برای چی میگی؟ این همه گفته یا رب یک بارم لبیک شنیدی؟ خدا جوابت داد؟ این فکر کردید واقعا این همه این یا رب گفته خدا هم یک بار میگفت بلی لبیک میگفت یه چیزی؟ هیچ وقت جوابش خدا نداده. بعد از اون دیگه یا رب گفتنش خشکید، نتونست دیگه بگه. تا شبی حاطفی بر او خطاب کرد که چرا دیگه یا رب نمیگی؟ گفت که من این همه یا رب گفتم یک بار جوابم دادی؟ گفت نیک آن یا رب تو لبیک ماست، زیر هر یا رب تو لبیک هاست. خود یا رب تو لبیکه، این که تو را به نیاز وادار کردیم، این نیاز تو را معنی میده و این نیاز تو را میگستره. این نیاز تو اون بوی دلانگیز آدمیت تو را ابراز میکنه.
این نیازی که در وجود تو قلم رو وسعت میدان میگیری، این نیازت تو هستی. تو ای انسان همه اراده ای، چون همه اندیشه ای، اندیشه همش طلب میکنه دیگه. میتونی اندیشه رو کنترل کنی؟ هر جا کنترل میکنید دنبالش گناه پیش میاد، یعنی عصیان. عصیان و گناه مولود کنترل اندیشه است، چون اندیشه بیقراره. این بیقرار رو شما نمیتونید قرار ببخشید. صدها ارسطو را به کام خودش میکشه با عصیان میکشه، چون قرار نمیگیره با عصیان و عدول از معیار و هنجار شکنی خود میره در حقیقت اینها رو به کام خودش میکشه. صدها ارسطو رو گول میزنه، به کام خودش میکشه. بر این مبنا مولانا میگه که طلب بنده را به کوی تو رسوند، درد مریم را به خرمابون کشید. درد مریم را برد زیر خرمابون، یعنی باید مریم اونجا میرفت، باید از او فرزندی متولد میشد، باید مسیحایی گام به عالم مینهاد، اما مولود درده. درد مریم را به خرمابون کشید. فعجا اهل مخاز، وقتی درد مریم را گرفت، وجود مریم را درد گرفت، الى جزء نخله، به طرف پی خرمایی خرمابونی پناه برد. به قدری این درد وجود او را تحت تأثیر قرار داد، قالت یا لیتنی مت قبل هادا، مریم گفت کاش قبل از این میمردم. در حالی که اگر قبل از این میمرد، اصلا واژه‌ای به نام مریم در ادبیات بشری نبود و واژه‌ای به نام مسیح در ادبیات بشری نبود. اگر الان از مریم بپرسیم آیا میمردی خوب بود، اون میگفت که خوش دردی بود که این تلیعه گسترده عارفانه را در بساط بشری اون درد وجود آورد. در حالی که وقتی اون درد پیدا شد گفت یا لیتنی مت قبل هذا، مریم وقتی اون درد شدید را در خویشتن دید گفت کاش قبل از این میمردم. و کنت نسیا منسیا، کاش اصلا فراموش میشدم، گم میشدم، نیست میشدم. این درد دیگه، درد انسان را به یک چنین شکایت هایی هم میکشونه، ولی مولود این درد و حاصل این درد می شود مسیح، و حاصل این درد می شود خود مریم که میاد جریان های ارزشی را در بساط ادبیات انسان مزنس می کنه. تا اون زمان مذکر بود، مریم پای می گذارد به مقام رجولیت برین که مردانگی خیش را در زنانگی خیش در می آمیزد و مولودی از این آمیزه نرینگی و مادینگی یک انسان پدید میاد که می شود اعجاز، و این اعجاز بر بسیاری از معجزه های تاریخ بشری رجحان پیدا می کنه. این مولود یک درده، لذا الغاء درد یا تبیین درد، کشف درد در وجود انسان باعث می شود که انسان او را به طلبی وادار بکند که این طلب گرچه با شکایت باشه، مبارک شکایت و مبارک دردی در بساط زندگی او به ثبت برسه. دیده تو چون دلم را دیده شد، شد دل نادیده غرق دیده شد. آینه کلی تو را دیدم ابد، دیدم اندر چشم تو من نقش خط. گفتم آخر خیش را من یافتم، در دو چشمش راه روشن یافتم. گفت وهمم کان خیال توست هان، ذات خود را از خیال خود بدان. نقش من از چشم تو آواز داد که منم تو، تو منی در اتحاد. اینها دقیقه های دیگری از دیباچه دفتر دوم هست که در جلسه دیگری انشالله، دیگه فرصت نیست چند بیت رو بخونم، جلسه دیگری انشالله به توضیح و شرح بست اون خواهیم پرداخت. و سلام.